اتفاقی که میفته اینه که از هم دور باقی میمونیم و همدیگر رو نمیشناسیم و این یک جور محافظت مریزگونه ای میکنه در مقابل صمیمیتی که ترسناک آقای دکتر یه سوال میخوام بپرسم و اون همین که خودم هم یکم نگرانم بابتش <applause> از این بابت که ما به هر حال اینی که شما میگید یه بخش از فرهنگ رفتاری ماست دیگه باید بپذیریم دیگه این توی جامعه هست حالا من به عنوان انسانی که دارم طول رو تماشا میکنم یا رفتم خودم مطالعه کردم به هر حال با این مفهوم آشنا میدونم که نوازش اتفاق خوبیه ولی میترسم نوازش بدم میترسم خود واقعیم رو در جامعه ای ارائه بکنم برای کسانی برای همکاری همسری پدری مادری دوستی ارائه بکنم یا همسایه ای که اون اینجور فکر نمیکنه و از این سو استفاده میکنه بله واقعا ممکن اتفاق بیفته خب تکلیف که خیلی راحت‌تر که من تو لاک خودم باشم یا زندگی با حاشیه حالا یه مقداری هم آره، کسل کنند و خسته این کننده؟ انزوا فرسایش دهند است آها از ایجاد میکنه به این قمگیم قیمت کننده است و فشار زاست هر چقدر میزان سرکوب در یک خانواده بیشتر باشه ناخداگاه بچه‌ای که داره تو اون توی اون خانواده بزرگ میشه فعالتره و هر چقدر مکانیسم های دفاعی ناخودآگاه ما فعال تر باشه و بره به سمت مکانیسم های عصبی یا روان پریشانه که میره اون فرد ناسالم تره بنابراین هر چقدر در فضایی بزرگ بشه خانواده یا ارتباطی با والدینی که در اونجا سرکوب به واسطه ترس از تهدید و ارعاب و کنترل و ترد شدگی بیشتر باشه میتونم بگم که اون آدم موجودی پیچیده تر و نوراتیک تر و عصبی تره و ناسالمتره تره بنابراین سلامت روان ما یکی از فاکتورهایی که اونو تأمین میکنه در گروه داشتن روابطی سمیمی و واقعی و ابرازهایی سمیمانه و به دور از بازی و دور از دروغگویی یا حتی اقل مکانیسم های دفاعی برای همینه که ما بهش نیاز داریم ولی بیاین همون خانواده و مادر و دختر فرزیمون رو دوباره در درون ذهنمون مجسم کنیم من فکر می کنم که اگر اون دختر میخواد با مامانش صمیمی باشه بعد بدونه که آروم آروم بعد خودش رو ابراز کنه و اجازه بده که هضم بشه و خود اون مادر هم در طی ذهنش به صورت تحت خداگاه میدونه که رابطه واقعی نیست ولی گاهی اوقات اینکه فرض کنه که اون چیزی که میخواد هست راحت تر از اینه که بخواد وارد چه و تحلیل کنه و شه با چیزی که در مورد دخترش دوست نداره بنابراین این فرض دروغین یا به خود دروغ گفتن که میگویم و میگوییم گاهی ساده تر از برخورد با واقعیتی است که دوستش ندارم او... اما ا... ابراز آهسته آها همینو میخواستم بگم قدم می به قدم بقدم. از ساده ها یعنی یه ها دکمه رو نزنیم تیک بعد تبدیل بشیم به آدم خوب بعد بچه که میتخونه این چیه این اینجوری این داره رفتار میکنه نیاز داریم که گام به گام به هم نزدیکتر بشیم و سمیمیت ایجاد کنیم خانواده غیر سمیمی افرادی هند که به ظاهر با همند ولی فقط کنار همند و هر کسی در فضای شخصی خودش باز قدیما میگفتن که ما کنار هم تلویزیون نگاه میکنیم یا شام میخوریم ولی چندان با هم حرف نمیزنیم حالا دیگه اخیرا کنار هم هم تلویزیون نگاه نمیکنم هر کسی با لپتاپ و تبلتش و نمیدونم آیپدش و اینا واسه خوش تو اتاقشه دیگه اونم دیگه وجود نداره بنابراین نه اسمشو رو بذاریم خانواده ولی هر کی تو فضای شخصی خودشه با اون یکی هم کاری نداره ترجیح هم میدن تحت خداگاه که همینجوری باشه چون صمیمیت مسئولیت میاره و نوازش هایی وجود نداره که واقعا همدیگه رو ببینن یه سری نوازش های از پیش تعیین شده ساخت یافته نه چندان عمیق. خب این دیگه رابطه چه رابطه چه گفتش دیروز یه پیامک اومده برای من که اینترنت هم دو روز قطع شده تازه فهمیدم چه خانواده باحالی دارم آره و خیلی اوقات من میبینم که افراد گروه یا آدم ها مثلا تصمیم میگیرند کفته هفته دو یا سه روز تکنولوژی خاموش داشته باشن چه اصطلاح خوبی آره در واقع اتفاق خوبیه یعنی تلویزیون نمیدونم اینترنت و غیره که میدونیم همه اینا قطع و ما بشینیم کنار هم حداقل به هم نگاه کنیم ببینیم چی از توش در میاد و این م. کمک کننده است که همدیگر رو بشناسیم نه اینکه هر کی توی فضای منظوی خودش در کنار هم به حال یکی از ترس های اساسی که مانع نوازش دادن میشه ترس از صمیمیت اگه بخوایم این رو توش عمیق ترشیم ترسی در لایه های زیرین ترس از صمیمیت وجود داره و اون ترس از کنترل شدنه چون در بسترهای های کنترل کننده در واقع مثلا پدری با پسرش حالا پسر نمیخواد که با با سمی میشه چون اگه بشه حالا کنترل شروع میشه میایم یه خورده بیشتر نگاه میکنیم ببینیم ترس از مغلوب شدنه یعنی انگاری که زیر ترس از کنترل من میترسم که مغلوب بشم و این مغلوب بودن رو شاید به عنوان تصویر ذهنی در درون خودم در اون رابطه دارم و حالا از اون جایی که نمیخوام مغلوب بشم بد کنترل بشم صمیمی هم نمیشم و فاصله ایجاد میکنم و این فاصله با ندادن نوازش خیلی ساده ما حتی میتونیم بین بچه های کوچولو هم رو ببینیم شما مثلا توی مهد کودک نگاه بکنید یا بین مثلا سه چهار تا خواهر برادر اونی که ناراحت از اینکه مثلا خواهر بزرگه داره کنترلش میکنه اسباب بازیاشو ور میداره یا اینکه تو بازیاشون همیشه کلفتش میکنه اونو اون گوشه وای میسونه که یلیوا آب براش بره و هیچ وقت هم آدم حسابش نمیکنه میبینیم که کم کم اون بچه که اینقدر داره بهش فشار میاد توی اون محیط بازی با دختر خاله و پسر خاله و مثلا همسن و سالها داره کم کم منزوی میشه اول یه دست و پایی میزنه و میخواد خودی نشون بده و حالا خر راش نمیده و از اتاق میبزو. بیرونش میکنه و بعد مثلا ممکنه که یه خرد اردنگی به من بازی کنه و یه کاری بکنه اقلا اونا رو عصبانی کنه و بعد معلومه دیگه کم کم ترجیح میده که کنج عزت اختیار کنه بشینه اون گوشه که حداقل آسیب نبینه چون ما مدام نیاز داریم که نیازهامون در رابطه ارضا بشه این ها به هرم مزدو اشاره میکنم که در سطوح پایین تر نیاز زیستی و نیاز به امنیت و نیاز به ارتباط و عزت نفس و این هاست که واقعا در مورد بچه ها همین ولی در سطوح بالاتر نیاز به در واقع هم فکری و همدیدی و زیبایی شناسی زیبایی شناسی تو زندگی من زوجی رو می بینم که با هم به شدت مشکل دارند و طلاق عاطفی گرفتن متاسفانه یعنی اینکه دیگه احساساتشون و توجهشون معطوف هم نیست هر کسی در واقع در فضای شخصی خودشه ولی خب طلاق رسمی و اجالتا هنوز نگرفتن وقتی نگاه میکنم که چی میشه که اونها اینقدر ناسمیمی شدن نسبت به هم به یک چیزی روبرو میشن و اون اینه که پسر ذریب هوشی بسیار بسیار بالایی داره و اصلا چارچوب مرجعش برای تحلیل دنیا یک فضای دیگه است و دختر متاسفانه ذریب هوشی چندان بالایی نداره و اصلا نوع نگاهش به دنیا چیز دیگه ایه. یا برعکس یا برعکس حالا این چیزی که مثالی که تو ذهن هست این مثالی که شما میگید آره میتونه بوده. برعکس هم باشه برای اونها با تمایز یافتگی یکسان با هم ازدواج کردن یعنی اون زمان که با هم ازدواج کردن سرجم رشد روانیشون یکی بوده ولی در طول مثلا پنج سال شیش سال تغییراتی در یکی رخ داده و الان فضاهای ذهنی متفاوتی دارن بنابراین عاملی که باعث میشه اینها نتونن به هم نوازش بدند تفاوت در چهارچوب مرجع اونها برای درک دنیاست چهارچوب مرجع یا فریم اف ریفرنس ما میگیم به این معناست که این اینکه مثلا من توی مغزم یه کتابخونه دارم اون یه مرجع کتاب مرجع اونجاست من برای درک دنیا در اون کتاب ها رو باز میکنم نگاه میکنم و ببینم که معنی زندگی چیه برای اون چیزیه که من رجوع میکنم بهش جهت تحلیل واقعیت خودم دیگران و دنیایی که توشم و بنابراین چارچوب مرجع خیلی برمیگرده به اطلاعات آدم ها و همچنین حتی زمان بچگیشون جوری که دنیا رو شناختن و همچنین ذریب هوشیشون. وقتی این متفاوته ارزش ها با هم بله با هم نمیتونن سمی میشن مثلا از یک موضوع از یک مهمانی که ترتیب میدن یکی یک برداشتی داره یکی یه یک برداشت دیگه و اینقدر این برداشت ها متفاوته و یکی هیجانی است و اون یکی و این فاصله ایجاد میکنه و این فاصله رو عمیق و عمیق و عمیق هم میکنن متاسفانه که بخوان به هم نشون بدن که داره درست میگه بس بنابراین یک عامل دیگه که نمیذاره ما درست به هم نوازش بدیم علال خصوص در روابط پایدار نه حالا روابط گذرا یا دوستانه ساده و یا همکاری و توی کوچه و خیابان اینه که در رابطه پایدار و پارتنرشیپ یا زناشویی افراد نیاز دارن که بتونن با هم دنیا رو درک بکنند اگر با هم تو میرن... تو این نمونه که شما میگین که اصلا شدنی نیست ظاهرا شدنیه توی اون دوتا نه چندان من چند امیدی و بعد این دوتا آدم از اول که اینجوری نبودن که از اول به قول شما توی تعادل روانی بودن بعد این آدم به خاطر ذریب هوشی بالاش یه هویت مسیر دیگه رو رفته یا اون به خاطر ذریب هوشی پایینش جا مونده یا هر چیز شبیه این نمیدونم ببنید.